سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین. قربون شما. کی شروع میکنه؟ کی اکی بزرگتر علی؟ من که از بچه ها کوچکترم. ولی خب من شروع کنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. و امیدوارم که آخر سال خوبی داشته باشن این چند روز. شما متشکرم. بفهم. دارو چون تو شروع کن. عزیزم دیگه کوچیک شروع شد دیگه من. سلام خدا به شما بینندگان عزیز. امیدوارم که سال 90 یه سال خوب باشه بوده باشه واسهشون و پیشاپیش هم سال نو رو تبریک. خب داریش سوتی اولو داد. بعدش یک چراغ سوتی ها روشن شد. بفرمایید. عادتش. میگه عادتش. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه فرمول یک. سال جدیدم پیشاپیش تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشم. قربان شما متشکرم. ما الان یه مهمون داشتیم که دغدغه‌شون توی روستاها و شهرستان‌ها بود. شما هر سه تاتون هم بچه شهرستانین دیگه، درسته؟ شما نورآباد، شما اصفهان. من بله متعارف. منم همدان. من آره یه جوری بله رو سخت گفتم. نه آخه من اصالتا اصفهانی نیستم، اصلاً بختیاری هم، ولی اصفهان به دنیا اومدم و بزرگ شد. درسته. نه. آقا اوضاع استقلال شکر خدا بزنم به تخته همینج این ستا اومدن ایسکای منو بگیرن. قشنگ تمرین کرد. هی میزنه. خیلی خوبه الان. و آقای علی بیرانوند گفتن که برنده دربی قهرمانه. کی میبره؟ خب معلومه ما. نه اوضاع تو چجوری آقا داری؟ شما شروع کن. تیم که خوبه خدا میشه دیگه. روند تیم خیلی خوب شده، خودمون رو نزدیک کردیم به سطح جدول و فکر کنم کار نمی کنیم. آره دیدی قد شد. میخوای اینو نه عوض کنیم داریوش؟ نه 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 الان اوکی. الان خدا رو شکر میگم که همینجور که همه میدونن ما خودمون رسوندیم به صدر جدول و الان همونجوری که گفتی دربی بازی خیلی مهمه و امیدوارم که بتونیم 3 امتیاز رو بگیریم و قهرمان شیم دیگه ان شاء الله. به هر شکل برای شما خدا بخواد که خوش بخواد. بیشتر از پیش. شما نظرتو در مورد روند تیم و دربی ها؟ خدا رو شکر تیممون خیلی خوب شده، رفته به رفته داریم بهتر میشیم. شرایطمون خیلی بهتر از این فصل اول شده. بازیکن خیلی خوبی داریم که واقعا. به چی خندیدین یه لحظه وایسا؟ میکروفون بالا. یه لحظه حس کردیم تو میکسون هستیم. آره شکر خدا روند خیلی. آره خدا رو شکر خیلی خوب شده. امیدوارم که امیدوارم که سال 98 هم بتونیم با یه برد خوب تو دربی شروع کنیم و بتونیم انشالله امسال یه عیدی خوبی به هوادارا بدیم. یه شایعه‌ای وجود داره راجبش اگه دوست دارین صحبت کنیم. گفتن که توی نیم فصل پرسپولیس کلی بازیکن گرفت، استقلال بازیکن نگرفت. آقا مرتضی که اومدن گفتن اصلا سفارش خود وزیر بوده بر استقلال بازیکن. یا همچین ببین خودتون توضیح بدید. ببین من راستیتش در جریان این موضوع نیستم. من استقلال منو میخواست، منم خیلی دوست داشتم این فضای جدید رو تجربه کنم. به هر حال استقلال تیم بزرگیه، عادت هر بازیکنی که بتونه توی استقلال بازی کنه. منم الان خیلی خوشحالم که بازیکن تیم استقلال هستم. بله. سوال مشترک بپرسم تک تکتون جواب بدین. شما جواب دادین، علی جواب بده، بعد دوباره تنها میکروفون دارمون مرتضی است. داخل میکروفون بالا اینجا کار نمیکنه. گفتم شما قوی باشه. آره نه. آره. سوال مشترک، زورگوترین بازیکن استقلال کیه؟ با تمام احترام آقای منتظری. آقای منتظری بعدی؟ من هم همین جواب میدم. منتظری. خب بعد اخلاق ترین بازیکن استقلال علی؟ با تمام احترام چرا؟ اخلاق واقعا نداری. تو رخیانمونه. حالا بعد اخلاق ترین یکی رو انتخاب کنم. بودو اینی همه بعد اخلاق یکی رو انتخاب کنم فکر کنم خودم. خب داریوش منم نظرم با علیه. آره یه بعضی وقتا یه موقع بعد اخلاق میشه. خب من داریوش. سوال بعدی، کی از همه بیشتر توی تیم سرش تو گوشیه؟ بده آقای رحمتی.
بهش میگیم سید آنلاین. آره آقای رحمتی عیدت مبارک، جاتم خالیه، خیلی هم دوستت داریم و دلتنگتیم. بفرمایید. رحمتی آره همه سوالا مشترک. ماشین باستری مازکان استقلال کیه؟ داریوش. داریوش دیگه. داریوش یه ذره ماشین گرون شده، زیاد ماشین باز نداریم. آره ولی قبلش داریوش بیشتر. الان بچه ها اسنپ باز هم بیشتر الان همه اسنپ. آره خب باشه، حالا نگو بیشتر از این نباید بگیم. مرسی با چکر. ماشین باز هم میتونم بگم کسی خواستی نیست. نداری. آره ترجیح دادی که نه، یه همون داریوش ثبت شد. کیه که شماره یه روند گوشی براش مهمه؟ کنم همه براشون همه مهمه، ولی مال من روند همه مهمه، ولی من بازم میگم آقای رحمتی. رحمتی بابا الان مصدمتی چه مشکلی داری؟ رابطه شفر با کدوم بازیکن بهتره؟ شما شروع کن. سوگلی شفر کیه؟ شاید برقی شروع کنید. نه بگو حالا یکی که بگو دیگه. در حال حاضر فکر میکنم فرشید باقری. فرشید باقری. علی میکروفون. من میگم بازم آقای رحمتی. میکروفون بده داری. درست شده. خدا کمک کرد. به نظر منم الان فرشید باقری. الان فرشید باقری. و بهترین هم اتاقی توی استقلال کیه؟ بوریا غفوری. خوب. من روز به چشمی. خب رولا باقری. البته آقا مرتضی چی داداش جان تو ما هم اتاقی نیستی نه؟ چرا من علی شرط بازی با هم بودیم. ولی خب بیشتر با وریا بوده تو. با وریا بوده. جای وریا هم خالی الان رفتش که کردستان. بله. خب ان شاء الله خوش بگذره. وریا قرار بود که مهمون برنامه ما باشه، به هر شکل الان در کنار خانواده و امیدوارم که حسابی بهش خوش بگذره. یه سری سوال داریم تو الیدیمون. خب آره بندازیم همتون باید با هم جواب بدین. نه سوال ساده است. عید فقط اونجاش جاییش که کجا عید باشه. عید باشه سال تحویل میشه. سال تحویل بشه دور هم جمع میشیم. دور هم جمع میشیم. سوال بعدی شاید درست گفت کسی ها. سال تحویل چی شد؟ تعطیلات نوروز فقط تا روز بعدش دیگه خسته کننده. 13 بدن تا روز 13 بدن خوبه. تا 13 تا 13 خوبه. آره خب تو دوم که تعطیلیم سه. البته ما هیچ وقت طعم تعطیلی رو نکشیدیم. آره همش حالا من بیشتر برای مردم میگم. آره بله. سوال بعدی سوتی میده بعد بیشتر برای مردم میگم. من که دومی هم سر تمرین. موقع دیدنی دوست دارم به فامیلامون بگم که سال خوبی داشته باشی. الان مثلا بهتون میگن که ازدواج میکنی، نمیدونم چرا چاق شدی، چرا لاغر شدی، موهات چرا. من اصولا قبل از روبوسی میگم دو تا یا سه تا، چون همیشه رو دومی و میرم رو سومی یارو میره. تاکید میکنید؟ آره. دو یا سه. تکلیف و مشخص. آره تکلیف و مشخص. شما چی؟ من که انشالا دعا کنم متعهل بشم. یا حسین دعا میکنی یا اونا مدعا؟ من میگم بهشون دعا کنم هم متعهل. من شوخی میکنم. مال من خرابه؟ کدومش الان کدوم سوال با جواب بدم؟ تو الان باید ایشون که انشالله دوماد میشه. نه با شوخی کردم با به خدا. کی دوماد میشی مرتضی؟ من راستیتش یه کارهای کردی؟ فکرش نیستم. بیا انشالله مرتضی سال 98 دیگه انشالله افتخارش ها دوماد استقلالی ها لی 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 بله. سوال بعدی هم ببینیم. امسال سر سفره هفت‌سین جای چی خالیه؟ پدر بزرگم عزیزم. اینا گیر کرده بودن. خب من گفتم جواب میتونم بدم. اینا فکر میکنم بعد مثلا بگن سی بی سی. نه بابا منم پدرم. خدا رحمت خدا رحمت خدا رحمت شما هم چه قضا چای همه شما شاید سبزی گیری نیمده بخری هنوز. بگو سبزی. آره بگو سبزی. خدا سال هاست که جای پدرم خالی. خدا رحمت کنه. امسال هم روز تحویل سال روز پدره و به شدت برای کسایی که به هر شکل پدرشون رو دست دادن روز سختیه، ولی ایشالله که سایه همه اون کسایی که پدر بالا سرشون هست مانا و دائم پدرای همه رو نگه داره. پدرایی هم که فوت شدن خدا رحمت کنه. سوال داریم امین؟ یه دونه دیگه هم بپرسیم. میگه عید شد و باز با
داستان داریم. با چی داستان داری آقا مرتضی؟ با ایدی داده. بعد ایدی بدی؟ بعد ایدی بدی. از همون انتظار دارم. آه از کی؟ آخه تو همه کوچیکتری کلن. دیگه بالاخره انتظار دارم. انتظار دارم تو ایدی بدی. میگن چون تو استقلال بازی میکنی باید ایدی بدی. هممون همین داستانو داریم. خب حالا به کیا ایدی میدیم؟ حاجی اینقدر فکر میکنی یه جوری من موندم. من ازم اینجا بگم به بزرگترا نمیدونم، به نوه‌هامون فقط. نوه‌هات؟ نوه‌های من نه، نوه‌های نوه‌هایی که داری منظورم. تو یه 19 تا نوه داریم ما دیگه. 10 تا نوه داری تو؟ نه من ندارم. درست پسر خاله. چقدر میدی بهشون نفری؟ نوه، نوه میدونی یعنی چی؟ نه یعنی بچهای داداش، بچهای داداش، بچهای خواهرام. 10 تا. آره. بعد چقدر میدونی؟ باید کارتمو چک کنم چون باشگاه دیدی وضعیتش. این نوسانات دلار بذارم نفری یه دلار. حالا به هر شکلی امیدوارم که بیشتر بهشون ایدی بدیم. بچه البته بچه بودیم ایدی میگرفتیم زیاد برامون نمیموند که. مامانا میگرفتن میگفتن میخوایم بزرگشی برات خرج کنیم و این حرفا. ولی اون بچه بودیم ایدی میگرفتیم خیلی بود خدایش. آره چقدر ذوق داشتم میگرفتم. آره واقعا خیلی کار فقط دنبال این بودم برم یه چیز ایدی بگیرم ولی خود هیچ کی بهم نمیداد. آره آبجی کوچولو داشتم ایدیا رو بهم میدادم عزیز. من گفتم واقعا من چی ولی من بهترین ایدی که واقعا میگیرم اما ایدی که هر سال بابام بهم میده، یعنی واقعا برکت جیبمه. کیف میکنم با این اتفاق. شما دو بزرگوار خدا حفظش کنه ان شاء الله همیشه سرشون بالا باشه. شما دو بزرگوار علی آقا خدا حفظش کنه. آقا مربی تیم ملی کی میشه؟ من این خبر را شنیدم. علی بهتر از همه همون بدیم. آره علی، علی جون من چی کنم؟ در حال هیچی تو دنیا تا حالا دو تا تورنومنت رو از دست نمیده. تاریخ رکوردتو در گینس ثبت کنم به خاطر محرومیت دو تا تورنومنت از دست. فکر نمی کنم هنوز تو رسانه جایی در مورد مربی تیم ملی صحبتی کرده باشه. چرا من میدونم ولی کی میشه فکر کنم. این مربی مراکش بود باش بستن. آره بستن؟ مثلا اینکه امروز تکذیب کرده. اه تکذیب کرده خودش. خودش نیدیم تکذیب کرده خودش. اه پس خبرم سوخت. حیف شد باش باید بود. آره نه باید باش همه هم کم به یه خبر دیگه هم هست که آقای برانکو میشن دستیارشون میشن آقای جواد نکونام. اولین باری که میشن. اولین باری که میشنوی شما اطلاعی نداره. اطلاعی نداره دوباره باری که میشنوم. خب بچه ها میخوایم با شما خدافظی کنیم ولی یه خاطره بامزه از اتفاقات یه جوری نگاه میکنم. نه من همیشه درگیر این خاطره ها هستم از اون دو شروع کنم. منم خیلی دارم ولی اصلا هیچ وقت هیچ کدوم تو ذهنم نمیاد. خیلی داری تو ذهنت نمیاد؟ چجوری داری پس؟ یعنی گذشته بوده ولی اصلا تو ذهنم نمیاد چیزی که بخوام تعریف کنم. خب اینجوری هم تو همینجوری چرا؟ من آلزایمر دارم. آلزایمر گرفته. خاطره میگه علی تو؟ علی اصولا زیاد فکر میکنه. آره خیلی داره فکر میکنه. موقع پاس دادن هم همین وضعیت داره. نه خیلی سریع سریع یعنی نگاه فکر کنم به کی پاس دادم خدایا انتخاب. خاطر خاصی که جالب باشه خیلی ممنونم از من. یعنی این همه فکر کردی که اونو بگی؟ چند سال بودم همش تو اردو بودیم بازی داشتیم و فکر کنم پارسال که پارسال نه ولی پیارسال تو اردوی تیم ملی فکر کنم با قطر بازی داشتیم که عید اونجا بودیم قطر بازی رو بردیم بعدش اومدیم چین رو بردیم که دیگه سعودمون به جام جهانی مسجل. ولی خیلی پسر با معرفتی ها علی آقا بعد خدا قرار بعد از ما رو برسونه. معرفت داره. ماشین نیوردین؟ نه بارون هم میاد که آره زحمتشو بکش. با اسنپ آقا آقا خواهش می‌کنم خواهش جان قرعه کشیو بکنیم 3 تا 3 3 تا 44 مربع رو شماره گیری بفرمایید بریم یه 2 میلیون شما سه نفر یه 2 میلیون جایزه بدیم قبوله؟ بله. 3 تا 3 3 تا 44 ما سه تا با هم بریم یه 2 میلیون جایزه بدیم. خب آره بیشتر یه 3 میلیون هم داریم. خب نفر بعدی 3 میلیون بده. خب ببین 2 میلیون داریوش 2 میلیون تو خودتون میتونین جایزه بدین ها. 1 میلیون من بریم من قبول میکنه. نه به نظرم مثلا شما میتونین به مردم ایده بدین چه اشکال داره؟ چقدر؟ یه میلیون هم بدی خیلی خوبه. ما میدیم آقا یه میلیون هم یه میلیون هم خوده یه میلیون من. دو میلیون که ما میدیم
یه میلیون شما. پس بریم قرعه کشی. این آقا یک تا 23,665 دو میلیونش مال منه. من شماره بگم اشکال نداره آقای حسین خانی. من شماره بگم که شماره 13. همین 13. 13 نفری که در برنامه ما شرکت کرد 2 میلیون من بهش جایزه دادم. تموم شد. 13. از 1 تا 23,665 شما میتونین تا 23,000 بگین. دارشون تو هم همین دو رقمی بگین. اروری نداره. چرا؟ اشتباه کنه. 0-39-48-11 داریوش شماره بده، میکروفون رو بدی به داریوش. درست شد. من 23. 23 باشه. بچه‌ی خور عدد بالاتر هم بگید. من یه عدد خوب باشه. 23 هم قرعه کشی کنیم. پس اینو 2 میلیونی خودمونه که 0-3-0-4-4 مربع هست. 1 میلیونیه آقای داریوش 23 است. داریوش جان شماره شو میدیم بهت، آره. زنگ میزنی کارت به کارت میکنی. چش. ها؟ آره آره اوکی. یادت نرا. نه نه نه. باش دمت گرم. آقا خاموشم بکن. نه اوکیه. 23 ببینیم شماره چند شد. 1 میلیون هم داریوش جایزه داده، 1 میلیون هم علی، 1 میلیون هم مرتضی. اومدن نه تنها ما هدیه بهشون ندادیم، پولم ازشون گرفتیم. 0-9-3-96 18 شماره رو میدیم داریوش جان. پس 1 میلیون شد. علی 21,546 21,546 این نفری که در برنامه ما شرکت کرده 1 میلیون تومان علی کریمی بهش جایزه میده. 21,546 تمام شد و رفت. ببینیم کی در میاد. کن از شیراز باشه. ها از شیراز باشه؟ چرا؟ شیراز هم دوست داریم دیگه. شیراز خیلی خوبه. آره به خدا. بچه سفر کجا میدین؟ کجا بریم تو عید به نظرتون؟ که شیراز میدین. شما میدین شیراز. 0-905-14-91 علی آقا بفرماییم. انشالله همدان باشه. بفرماییم آقا مرتضی. من 111 همین نفرم 1 میلیون 100% همه داره. بازی خوبه، میخوای بازی کنی دوباره؟ آره ولی آبرپانگا رو همه رو بذاریم که باید بازی کنی. 111 شماراش بیاد و ما داریم چهره مردمی سال رو انتخاب میکنیم. ده احتمالاً هم شنیدین بیلبورداشو دیدین و از این اتفاقها. 0-936-38-13 شمارهشو به شما میدن. 1 میلیون براشون. سه تا از عددش معلومه. آره همون که کنسلش. آره. میشناسینشون چهره های مردمیمونو؟ نمیشناسین؟ من ولی اون اکثر دیده بودم. خب تقریباً یه آشنایی داشتم. آره شما یعنی یه خورده آشنایی داشتیم. میدونین کیان؟ همه یه کاری برای کشورشون انجام دادن دیگه. نه همشون برندن به نظر من. دقیقاً همینه. دقیقاً و هیچ کدومشون علاقه ندارن که اونا اول بشن. همشون دوست دارن بقیه اول بشن. خودش یه اتفاق خیلی مهمیه که داره رقم میخوره. همشون دارن تو شهرها و روستاهای مختلف بخشی تو تهران دارن تلاش میکنن. مثلا خانم طناز بهری سرکار خانم که عکسش اینجاست. از هلند 8000 یورو میگرفته ماهی، اومده اینجا الان ماه حقوقش ماهی 2 تومنه 2 میلیون فوق تخصصه، میخواد تو روزهای سخت کنار مردمش باشه. یه خانم مثلا زیبا عزیزی، خانم لوبت گرانپایی که مهمونمونم امروز، خانم زیبا عزیزی تو محرومترین نقطه ایران قصر قند در سیستان و بلوچستان داره اشتغال ایجاد میکنه و کمک میکنه. اون خانمی که پشت سر عکسشونه خانم نرگس کلبوسی، میشناسین؟ خانم نرگس کلبوسی کرمانشاه دارن زحمت میکشن، یه سال و نیم اونجا زندگی میکنه تو کانکس. دم شما هم گرم. میخواین حرفی راجبشون بزنین؟ واقعا این آدمایی که اینجا حالا شما معرفی کردین همه باید یه قدردانی خیلی در شأن و شخصیتشون بشه. از این آدما به نظرم کم نیستن تو این جامعه، ولی خب واقعا خیلی باید ازشون تقدیر کنیم به خاطر اینکه شاید کمتر کسی بخواد وقت خودش و زندگیش رو صرف همچین کارهایی بکنه، ولی
این آدم ها این کار رو کردن، دارن از خود گذشتگی میکنن که بقیه کسایی که حالا تو کشورمون هستن بتونن راحت تر زندگی کنن، بتونن زندگی بهتری داشته باشن. ولی و واقعا من همینجا دست تک تکشون رو میبوسم که باعث افتخارم. قربون ادبت، خیلی متشکرم، به افتخار علی کردی. خیلی متشکرم بچه ها، خیلی لطف کردین اومدین، ممنونم، وقت گذاشتین. فردا میرین سفر دیگه ها، یا میمونین تهران یا چی؟ انشالله دو سه روز تعطیلی باره. انشالله، انشالله خوره خستگی در کنین و دوباره برگردین و آماده شین برای دربی. من دربی نمیام استادیوم، ولی بعد از بازی بهت زنگ میزنم داداش. منم به شما زنگ شما سه تا بهت زنگ میزنم داداش، ببینیم کی گوشیشو خاموش میکنه. یعنی این مسئله مهمیه. متشکرم از لطفتون، سپاسگزار، خوشحال شدم. میریم به بخشو میبینیم با استقلالیای عزیز، استقلال ایران. آشفر تاکید دارم بگیم استقلال ایران. خداحافظی میکنیم یه بخش